الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، به یک دیگر درس ریاضی خوش آمدید. عنوان ماست که معادله شرطی الجبری و یا معادله الجبری و الجبری conditional equations or algebraic equations. اگر that for A six جمع چهار جمع دو ضرب x منفی یک مساوی با چهار x جمع هفت چهار x جمع هفت این میان کافل است. اگر اینجا ما قیمت های مختلف بگذاریم به جای x، یک بگذاریم، دو بگذاریم، سه بگذاریم، چهار، پنج، شش، حتی قیمت بگذاریم، دیده می شود که اگر قیمت های مختلف ما بگذاریم دیده می شود که تنها برای قیمت x مساوی با 5 طرف چپ مساوی است به طرف راست. در مثال اگر ما اینجا قیمت بگذاریم یک، سه ضرب یک جمع چهار جمع دو ضرب اکس یعنی از اکس فازم یک منفی یک مساوی با چهار ضرب یک جمع هفت. بنابراین سه میبینیم که میشه یعنی مساوی میشه یعنی سه ضرب یک سه، سه و چهار هفت، هفت جمع یک منفی یک صفر، صفر ضرب دو صفر مساوی با چهار ضرب یک چهار، چهار هفت یازده. کیس اینجا یعنی هفت مساوی با یازده میشه؟ نه. وقتی که هفت مساوی با یازده نبود یا مساوی با از این نیست و یا مساوی نیست. البته مساوی رو باید نشان بدیم و اگر نامساوی یا مساوی نباشه با این رقم نشان بدیم. اینا نه اگر فرضاً دو بگذاریم هم شما میتونید خودتان امتحان کنید سه چهار پنج. اینا اگر پنج بگذاریم سه ضرب پنج جمع چهار جمع دو ضرب از اکس باز پنج منفی یک مساوی با چهار ضرب پنج
جمع هفت. در اینجا سه ضرب های پانزده، پانزده و چهار نوزده، جمع پنج منفی یک چهار، چهار دو هشت، مساوی می شود چهار پنج بیست و هفت، بیست و هفت. پس نوزده و هشت بیست و هفت مساوی شد با بیست و هفت. پس این دیدیم که این صحیح نبود، و اگر این دیدیم که درست شد، یعنی تنها با قیمت x مساوی با 5 معادله صدق می کنه. غیر از او اگر شما هر قیمت دیگه را بذاریم، این در چنین حالت معادله خاصیت عمومی نداره، یعنی اتون نیست که مثل معادله انگی یا انگیت رو باره یا ایدنتیتی باره که با تمام قیمت ها طرف و طرف مساوی شود. تنها با یک قیمت x، یا اگر معادله در جدو باشه که با پسما میخوانیم با یک یا دو قیمت x صدق می کنه، و اینمی رقم معادله که تنها با یک قیمت اگر صدق کنه با دیگر قیمت ها صدق می کنه، این چی میگه؟ میگه معادله شرطی میگیم، یعنی مشروط، یعنی شرطی، یعنی مشروط یا شرطی که هم میگیم، و دوال همچنان دویا معادله هم میگنش، معادله الجبری، معادله الجبری. کسی برای بعض قیمت های خاص و خصوص طرف راست به طرف چپ صدق میکنه، دیگه به تمام قیمت ها صدق نمیکنه، به مقدس یک شرطی شرطی میگه یا مشروط میگه، معادلات مشروط یا معادلات شرطی و معادلات الجبری. فرقشون با عینیت، مگر با عینیت کرد باز هر دو طرف مساوات، هر قیمتی که به طرف چپ بگذاری و طرف راست بگذاری، هر دو طرف چی میشن؟ با هم مساوی میشن. خب در نتیجه اینقدر تشریحاتی که راجع به معادله شد، معادله شرطی و معادله، ما یک تعریف برای معادله به دست آوردیم که تعریف معادله یا معادله شرطی یا معادله، هرگاه یک افاده الجبری، هرگاه یک افاده الجبری برای قیمت های و خصوص از کمیت ها، کمیت ها یا مقادیر، از کمیت ها مساوی با یک افاده دیگر باشد، یک افاده
دیگر باشد. گفته می شود باشد گفته می شود. این دو افاده این افاده یک معادله رو یک معادله رو تشکیل میدهد. یک معادله دارای سه جز است. یک معادله دارای سه جز است. سه جز است. یک معادله دارای سه جز است. اول طرف راست معادله، طرف راست و چپ از معادله، طرف چپ. دوم طرف راست و سوم علامه تساوی. علامه تساوی، علامه مساوات، علامه مساوی که علامه تساوی عبارت است از این بیست. علامه تساوی یعنی یک معادله یک طرف راست داشته باشه، طرف چپ داشته باشه و علامه مساوات داشته باشه، علامه مساوی داشته باشه. اون معادله به اون معادله یاد میکنیم به معادله شرطیه. دعا کنید که از این درس خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان هست لطفا لایک کنین و همچنان با فامیل و دوستا شریک بسازین و کسایی که جدیدن ویدیوهای ما رو ببینن و هنوز سابسکرایب نکنن لطفا چینل رو سابسکرایب کنن. اگر میخواین که از ویدیوهای بعدی استفاده کنین لطفا علامه زنگوله رو فشار بدین. تشکر از نظریات گذشته شما و منتظر نظریات بعدی شما میباشیم. شما دوستو و شب روز خوش براتون میخوایم. خدا حافظ و ناصرتون.